این درس کلا 15 دقیقه است اما بهت قول میدم 15 سال تو انگلیسی میندازت جلو همینجا یک بار برای همیشه این قانون ساده رو یاد بگیر و جمله سازی انگلیسی رو دیگه استادش شو دیگه چی میخوای بهتر از این اگر سوالی اپامی داشتید حتما بپرسید در قسمت کامنت جواب میدیم یه چیز دیگه تو کلاسای آنلاین رایگانمون فراموش نکنی که شرکت کنی آره عزیزم. آنلاین و رایگان ممنونیم که انگلیسی مثل آب خوردن رو حمایت همراهی و تماشا میکنید بریم ببینیم قانونمون چی میگه قانون اسفیوت میگه آقا وقتی که شما میخوای یه جمله انگلیسی بسازی و یا تحلیلش بکنی هر جمله انگلیسی از سه بخش اصلی اس تشکیل شده اس میشه سابجکت فائل به علاوه ورب فل به علاوه ی object مفعول هر جمله انگلیسی رو که شما نگاه کنید یک جمله کامل فاعل داره فعل داره و مفعول داره آقا میشه یه مثال بزنی چرا نمیشه قربونت برم اینم یه مثال میگه فاعل چیه آی ساده ترینش دیگه نه آی فاعل من به علاوه چی یک فعل فعل چی خوش آمدن لایک like. من دوست دارم من خوشم میاد از چی از ایت ات برمیگرده به چی یعنی آن همین قانونه رو آقا همین قانونه رو من خوشم میاد ازش I like it من خوشم میاد ازش دوستش دارم آقا چقدر ساده است جمله انگلیسی نوشتن حالا میخوام تحلیلش کنم میگم سابجکت ما یا اسم ما چیه آی فائل به علاوه ورب فعل ما ورب ما اینجا چیه لایک like خوش آمدن به علاوه ات مفعول جمله آه انگلیسی واقعا مثل آب خوردن اینجا بله عزیز دلم حالا شک داری بریم جلو به سالهای بعدی رو که چک بکنیم با هم دقیقا متوجه میشی که جمله ساختن انگلیسی چقدر راحته بریم یک جمله با زمان حال ساده simple present مثال بزنیم یه جمله بسیار ساده I go to school I go to school من به مدرسه میروم go i go آقا چجوری تو اس وی و می سابجکت فاعلمون آی همین رنگی براتون کردیم که دقیقا متوجه بشید فائل، ورب گو رفتن تو سکول اینم مفعول جملهمون آقا کجا میری تو سکول به مدرسه مفعولمون فعلمون چیه گو آی گو to سکول من به مدرسه میروم در قانون SVO هم جاش دادیم آقا بریم یه زمان دیگر رو چک کنیم بریم عزیز دلم زمان حال استمراری حال استمراری چه زمانیه این شکلیه I am going to school I'm going to school من دارم به مدرسه می روم. در حال رفتن به مدرسه هستم یک زمانی رو اختصاص داده به خودش این عمل و این کار I'm going حالت فعل این جمله است آی که فاعل مونه I'm going دارم میروم به کجا مفعول جمله تو سکول من دارم به مدرسه میروم اینم زمان حال استمراری present continuous آقا میشه یه زمان دیگرم مثال بزنی چرا نمیشه عزیز دلم زمان آینده ساده این شکلیه I will go to school I will go to school will go فعل جمله است یعنی خواهم رفت فاعل به علاوه فعل جمله به علاوه مفعول مفعول میبینید که ثابته I will go to school من به مدرسه خواهم رفت آقا میشه یه ساختار دیگه بگی چرا نمیشه قربونت برم زمان گذشته ساده simple past چجوری I went to school من به مدرسه رفتم آقا چرا فعل go شد went چون فعل بیقاعده است فعل go گذشتهش چون فعل بیقاعده است میشه went فعلمون اینجا پس went to school I went to school من به مدرسه رفتم اینم زمان گذشته ساده simple past آقا میشه یه زمان دیگه بگی چرا نمیشه قربونت برم زمان گذشته استمراری یه کاری که استمرار داشته یه مدتی رو به خودش اختصاص داده و در زمان گذشته هم بوده past continuous آقا چجوریه اینجوری I was going I was going داشتم میرفتم to school به مدرسه قاعده و ساختار رو دقت دارید دیگه subject verb object verb ما اینجا چیه was going داشتم میرفتم I was going to school من داشتم به مدرسه میرفتم یک کاری که یک مدتی رو به خودش اختصاص داده در زمان گذشته هم اتفاق افتاده همینطور که دارید مشاهده میکنید باز هم قانون SVO در این جمله گذشته استمراری هم صادقه آقا یه زمان دیگه مثال بزن باشه چشم عزیز دلم اینم زمان آینده استمراری I will be going to school. من در حال رفتن به مدرسه خواهم بود. در زمان آینده در یک بازه زمانی من در حال رفتن به مدرسه خواهم بود. ساختارش این شکلیه که در قالب SVO قرارش دادیم. I will be going. Will be going یعنی در حال رفتن خواهم بود. به کجا؟ To school. I will be going to school. Subject, verb, object. مشاهده می‌فرمایید که باز هم در قانون SVO قرار گرفت بچه ها بریم یه ساختار دیگه هم یاد بگیریم بریم آقا ساختار بعدیمون چیه؟ زمان حال کامل I have gone to school ورب چی اینجا هفگان یعنی رفته ام یه کاری که به اتمام رسیده تموم شده الان داریم در موردش صحبت میکنیم در قالب می میگنجه بله آقا سابجکت اینجا آی دوباره هفگان رفته ام ورب ما اینجا چیه هفگان به کجا تو سکول من به مدرسه رفته ام هفگان آی هفگان تو سکول من به مدرسه رفته ام آقا قانون اسفیو واقعا خفنه بله مثل شما که انقدر خفن و کار درست و نمره بیستید بریم یه ساختار دیگه آقا بریم شما که اهل یادگیرید و مشتاق ما هم به ذوق میاییم و میریم ساختار بعدی آقا ساختار بعدی چیه گذشته کامل پست پرفکت چه جوریه I had gone to school. من به مدرسه رفته بودم. در زمان گذشته کار انجام شده به اتمام رسیده تمام شده رفته پیکارش باز هم در قالب اسویو می گنجه بله سابجکت I بله وی ورب had gone رفته بودم to سکول به مدرسه. آقا قانون اسویو خیلی خوبه. بله چرا بد باشه میتونید جملات انگلیسی رو به راحتی مثل آب خوردن تحلیل کنید خوب باهاشون آشنا بشید و رشد انفجاری در انگلیسیتون داشته باشید یک مثال داریم اینجا It sounds great It sounds great Sound یعنی صدا میدونید و یک معنی دیگه داره یعنی به گوش اومدن در حقیقت ما تو فارسی نمیگیم میگیم که به نظر اومدن It فائل جمله است Subject sounds به نظر می آید اس سوم شخص رو اینجا گرفته چرا؟ چون فایلمون سوم شخصه sounds فعل جملمونه که همونطور که گفتیم اس سوم شخص گرفته great قید حالته یعنی عالی it sounds great عالی به نظر میاد it sounds great بسیار پرکاربرده از این جمله میتونید در زندگی روزمرهتون جاهایی که خیلی چیزی عالی بود خوب بود میتونید ازش استفاده بکنید همچنین میتونید بگید it sounds good یعنی خوبه خوب به نظر میرسه و همچنین it sounds great عالی به نظر میرسه we are learning english we are learning english ما داریم انگلیسی یاد میگیریم we فایل جمله subject are learning داریم یاد میگیریم فعل learn در حالت ing ساختار چیه؟ حال استمراری English زبان انگلیسی We are learning English ما داریم انگلیسی یاد میگیریم همونطور که مشاهده میفرمایید subject به علاوه verb به علاوه مفعول English بریم بعدی ببینیم بعدی چی میگه بعدی میگه English is so easy English is so easy فایل ما چیه؟ English is فعل جملمون و so easy بسیار آسان مفعول جمله است. انگلیسی so easy، انگلیسی بسیار ساده است. بعد با انگلیسی مثل آب خوردن، انگلیسی بسیار ساده است و خیلی راحت میتونید یاد بگیرید به شرطی که تمرین کنید. بریم جمله بعدی. They made a cake for us. They made a cake for us. They فایل جمله made گذشته فعل make یک فعل بیقاعده است A cake for us یک کیک برای ما میبینید که subject, verb و object آنها یک کیک برای ما درست کردند. بریم جمله بعدی میبینید که همه جمله ها در این ساختار دارن قرار میگیرن جملات کامل حواستون باشه We fixed Sarah's bike بایک یعنی دوچرخه یا موتور حالا خیلی مهم نیست وی فایل جمله ما فکست فکس یعنی تعمیر کردن فکست حالت گذشته چه یک فعل با قاعده است میبینید که فعل قرمزه در اینجا و سراز بایک دوچرخه ی سارا آپاستروفی اس برای مالکیت چیزی به نسبت یک انسان حیوان یا کلا جاندار We fixed Sarah's bike. ما دوچرخه سارا را تعمیر کردیم. دم شما گرم که دوچرخه سارا را تعمیر کردیم. بریم جمله بعدی. It is raining. It's raining. دارد باران می بارد. ایه. توجه کردید به این موضوعی. It فاعل جمله. Is raining. فعل جمله. Is raining. دارد می بارد. آقا مفعول کجاست؟ مفعول دیگه نداره It's raining دارد باران میبارد مفعول نداره چیز مهمی هم نیست یک جمله میتونه مفعول نداشته باشه It's raining دارد باران میبارد بریم بعدی I am just leaving work I'm just leaving work I فاعل جمله I'm leaving دارم ترک میکنم دارم اونجا رو ترک میکنم جاست در اینجا قید زمانه یعنی به تازگی همین الان ورک مفعول جمله است پس دقت داشته باشید غیر از ساختاری که به عنوان پایه اشاره کردیم subject, ورب آبجکت که هر چند ممکنه مفعول هم حذف بشه ممکنه قید هم در اینجا داشته باشیم قید حالت قید زمان به هر حال اینا رو باید توجه بکنید هی گسترش پیدا میکنه دانشتون در حقیقت قانون SVO Subject Verb Object قانون پایه‌ای برای ساخت جملات و ممکنه یه قسمت‌های حذف بشه و هایی بهش اضافه بشه اینا رو حتما با هم مرور خواهیم کرد نگران نباشید در اینجا آی فایل جمله ام لیوینگ دارم ترک میکنم یه جایی رو کجا رو ورک با چه حالتی چه زمانی جست I'm just leaving work دقت داشته باشید که قید حالت اومده I'm leaving رو از هم جدا کرده I'm just leaving work من به تازگی دارم محل کارم رو ترک میکنم زنگ زده میگه کجایی چی کار میکنی میگی I'm just leaving work من به تازگی دارم محل کارم رو ترک میکنم زمان حال استمراری بریم بعدی It is none of your business It's none of your business یکی از عبارت که خیلی دوستش دارن یعنی به تو ربطی نداره آمیانش حالا ببینیم ساختارش چطوریه ایت که فاعل جمله است یعنی اون چیزه اون موضوع Is است None of your business None of your business یعنی چیزی که خارج از کسب و کار تو یا مرتبط به کسب و کار تو نیست It's none of your business یعنی اون کار به تو مربوط نیست یعنی مرتبط به تو نیست و آمیانش میشه به تو ربطی نداره بعدی everyone was clapping everyone was clapping clap یعنی دست دادن حالت آینجیش اومده was clapping یعنی داشتند دست میزدن به عنوان تشویق کردن کیا داشتند دست میزدن فاعل ما کیه everyone هر فردی همه افراد was clapping همه داشتند دست میزدن میبینید که دیگه اینجا مفعول هم نیاز نداره everyone was clapping همه داشتند دست میزدن شما هم برای خودتون دست بزنید که این قانون اساسی و مهم رو در انگلیسی یاد گرفتید و از این به بعد به راحتی میتونید جملات انگلیسی رو تحلیل کنید و جمله بسازید و ای خوب عالی مثل آب خوردن که همه ازش کپی میکنن یاد بگیرید و پیش برید سپاسگزاریم که انگلیسی مثل آب خوردن رو همراهی حمایت و دنبال میکنید